سلام همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. مسخره کردن این مرد میتونه باعث بشه زندگیتونو در زندان بگذرون. آیا تا به حال کامنت بدی در مورد کسی تو یوتیوب یا جای دیگه تو اینترنت گذاشتین؟ اگه این کارو کردین احتمالاً اتفاق خاصی براتون نیفتاده، ولی این کار باعث به زندان افتادن بعضیا شده. همه اینا بستگی به این داره که اون شخص که تو این فضا مسخرش کردین کیه. مثلا اگه بخواین منو مسخره کنین و پایین این فیلم کامنت بذارین، بدترین کاری که باهاتون میکنم اینه که کامنتتون رو پین کنم و تلاشمو بکنم که دلغک و مسخره به نظر بیاد. اما اگه بخواین پادشاه تایلند رو مسخره کنین، باید بقیه عمرتون رو تو زندان بگذرونین، حتی اگه تو تایلند هم زندگی نمیکنین. تایلند مثل انگلستان و ژاپن سلطنت مشروطه داره، اما برخلاف این کشورها سلطنت نه تنها خیلی خیلی مورد احترامه، بلکه انتقاد از اونا غیر قانونی هم هست. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. تو مقررات و قوانین تایلند افراد خانواده سلطنتی مقدس شمرده میشن. یک ماده از قانون میگه پادشاه تو مقام پرستش مورد احترامه و مقدسه و نباید ازش سرپیچی کرد. کسی نباید به پادشاه تهمتی بزنه. برای همین نه تنها با حکم‌های ترسناکی مواجه میشه، بلکه تو بخش 112 قانون کیفری تایلند توهین یا تحقیر پادشاه یا یکی از اعضای خانواده سلطنتی جرم کیفری شدیدی به حساب میاد و میگه که هر کسی که به پادشاه، ملکه یا وراثت مسلم اونا یا نمایندگان پادشاه توهین کنه یا اونا رو حتی تهدید کنه، از 3 تا 15 سال زندانی میشه. البته این تنبیه 3 تا 15 ساله برای هر توهین به پادشاه. پس اگر فرضاً 5 کامنت مثل این رو پست کنین که توش به نوعی به پادشاه تایلند توهین کرده باشین، 5 تا توهین به حساب میاد و برای هر کدوم 3 تا 15 سال زندان در انتظارتونه که حکم اون حداقل 15 تا حد اکثر 75 سال زندانه. تنها شهروندان تایلند نیستن که با این مجازات روبرو میشن، بلکه دولت خارجیایی که بعداً به این کشور سفر میکنن رو طبق قانون میتونه محاکمه کنه. حتی اگه این شخص پادشاه تایلند هم باشه، مجاز به مسخره کردن نیست. اخیراً مردی به نام ماها واجیری لاینکورن که تو سال 2016 بعد از مرگ پدرش به پادشاهی رسید، گفته که قانون ضد توهین باید برای خودش، ملکه وراث فعلی و اعضای دیگه خانواده سلطنتی هم اعمال بشه. بنابراین خیلی شامل این قانون شدن. قانون تعریفی از توهین واقعی مطرح نکرده و میتونه به طور گسترده ای اعمال بشه و هر کسی مجاز توهین دیگران رو گزارش کنه. And then what did Judge Palmer do? Dropped his head. I said, "Out, bailiff, get rid of him." هر گزارشی هم توسط پلیس تایلند بررسی میشه. تو تایلند توهین به سلطنت تهدید امنیت ملی در نظر گرفته میشه. در اینجا چند تا نمونه جالب رو نشونتون میدیم. تو سال 2007 مردی اهل سوئیس تو خوردن شامپاین زیاده روی کرد و برای مسخره بازی شروع به نقاشی صورت پادشاه کرد. او دستگیر شد و محکوم به 10 سال زندان شد. هرچند فقط یک ماه زندانی بود و بخشیده و آزاد شد. تو سال 2008 یک مرد استرالیایی کتابی در مورد رسوایی‌ها و درگیری‌های عاشقانه در دربار سلطنتی تایلند نوشت. دقیقاً 7 نسخه از کتاب فروخته شده بود، اما همین تعداد هم کافی بود تا توسط پلیس تایلند به محض ورودش به فرودگاه بانکوک دستگیر بشه. اون محکوم به 3 سال زندان تو تایلند شد، اما بعد از یک ماه عفو خورد. تو سال 2009 یک زن تایلندی بعد از یک سخنرانی عمومی که توهین به طبقه حاکم قلم داد شد، دستگیر و محکوم به 15 سال زندان شد. تو سال 2011 یک مرد آمریکایی زمانی که به تایلند سفر کرد به 2.5 سال زندان محکوم شد. اینطور گفته شده که مقالات آنلاین نوشته که آبروی پادشاهو برده و یه لینکی رو در وبلاگش گذاشته که مربوط به کتابی بود که تو این کشور ممنوع بوده. اون 7 ماه تو زندان بود و بعد هم آزاد شد. تو سال 2012 یک مرد تایلندی تو 8 وهله جداگانه با وثیقه آزاد شد. اون با موبایلش 4 مسیج فرستاده و تو اون به پادشاه توهین کرد.
برای هر مسیج به 5 سال زندان و در مجموع به 20 سال زندان محکوم شد. تو سال 2015 یک کارگر کارخونه 27 ساله تو تایلند طبق قانون دستگیر شد چون کامنت های طعنه آمیزی در مورد سگ پادشاه تو فیسبوکش گذاشته بود که بعضی منابع مختلف در مورد این ماجرا اینطور گفتن. مثلا بی بی سی گفته این مرد عکسای مختلفی از سگی رو پست کرده که به نظر میرسه پادشاه رو مسخره کرده. علاوه بر اون او متهم شده که لامپی رو در کنار عکس دستکاری شده شاه پست کرده و او قبل از اینکه با قرار وثیقه آزاد بشه 90 روز رو تو زندان گذروند و به خاطر پستای فیسبوکش به 37 سال زندان محکوم شد. هرچند مکان فعلی و وضعیت این پرونده از سال 2018 نامعلوم بوده. Police escorted Tenet Corn Sarah Pyburn into a military court in Bangkok on Wednesday. توجه به این نکته هم مهمه که طبق این قانون مسخره کردن یا توهین به زمانهای گذشته هم جرم شدیدی به حساب میاد. مثلا تو سال 2017 مردی گفته که توی انجمن دانشگاهی تو تایلند به وجود نبرد حماسی فیلها بین شاه نوریسوان و همچنین پادشاه تایلندی ایوتایا و ولیعهد برمه در قرن 16 شک کرده بود که یه توهین به زمان گذشته حساب شده بود و برای کسی که 400 سال پیش مرده بود توسط مقامات تایلندی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. این پرونده سرانجام کنار گذاشته شد اما مانع شکایت های احمقانه دیگه نشد. تو سال 2018 یک شخصیت نسبتاً مشهور یوتیوب تایلند به خاطر اینکه گفته بود پیراهنش قدیمیه و برای مسابقه جهانی زشته طبق این قانون دچار مشکل شد. چون متاسفانه طراح لباس کسی نبود جز شاهزاده سیری واناواری ناریراتانا، تنها دختر شاه تایلند. اون به خاطر اینکه چیزای توهین‌آمیزی به اثر شاهزاده گفته شده بود دچار دردسر شد. بعضی هم دچار مشکلات به مراتب بدتری شدن. تو سال 2017 مرد 34 ساله‌ای برای 10 پست فیسبوک هر کدوم به نظر می‌رسید توهین به خانواده سلطنتی تایلند باشه دستگیر و محکوم به 70 سال زندان تو تایلند شد. دادگاه تایلند اونو برای هر پست فیسبوک محکوم به 7 سال زندان کرد که سنگین‌ترین محکومیت تو این کشور بود. اما محکومیتش نصف و 35 سال تخفیف داده شد چون به گناهش اعتراف کرد. با اینکه میدونم تو این ویدیو به کسی توهین یا شخصی رو تأخیر نکردم و فقط حقایق رو گزارش کردم، ولی خود حقیقت میتونه توهین قلمداد بشه. پس تو آینده نمیتونم به این کشور سفر کنم. هرچند اگه شما هم کامنتای توهین‌آمیز این زیر بذارید و بعداً بخواید برین تایلند، زندان تو انتظارتونه و اگه چند تا کامنت توهین‌آمیز بنویسید، حتی ممکنه بقیه عمرتون رو تو زندان‌های تایلند بگذرونید. یوتیوب تو تایلند به خاطر ویدیوهایی مثل این بلاک شده. تایلند و یوتیوب سالهاست اختلافاشون رو حل کردن. پس به جای اینکه کل سایت اونجا بلاک بشه، یوتیوب موافقت کرده که ویدیوهای مضر یا توهین‌آمیز رو تو تایلند بلاک کنه. ببینین چطور قبلا ویدیوهای دیگه با محتوای بسیار کم اهمیت‌تر به خاطر این توافق بلاک شده. به راحتی میشه گفت که این ویدیو هم بلاک خواهد شد. سانسور اینترنت نه تنها مشکل بزرگی تو تایلند یا حتی یوتیوب محسوب نمیشه، بلکه تو سراسر دنیا و تو هر سایتی هم ممکنه اتفاق بیفته. شما میتونید ادامه ی ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره. We'll be right back.